وقتی روشن فکران مسئول به حاشیه روند، سلبریتی ها جای فیلسوفان و شومن ها جای اندیشمندان را خواهند گرفت و این چنین حاشیه بر متن غلبه خواهد کرد. روشن فکران مسئولی که روزگاری صدای مردم بودند چه سرنوشتی یافتند؟ چه مصائبی داشتند؟ آیا آنها در نقطه ای از تاریخ متوقف شدند یا همچنان امیدی به آنان هست؟ نه پدرم سواد داشت، نه مادرم سواد داشت. سوادی که کتاب انتخاب کنه. شغل بکنم استواری بازنشستی حرفه ایشنی به حقوق کمی هم بهش میدادیم. کارگری میکردن هر جا که پول بیشتر میدادن. یعنی عملگی میکردن چون زود تحتیل میشدن. فرصت کتاب خوندن زیاد داشتن. و این خب خیلی مادرم خوشحال میکرد، کمک میکرد به خاله مادرم. ماه رمزون بود، من دستر سحری بودم، مادرم داشت سحری درست میکرد. همون موقع یه مول افت تو چشمم، من بود پاره شده، اولین معامل. بعد این پرده دیگه جمع شد، جرده زنی جمع شد تا کوری کامل هم کرد. اول سال پنجاه و اینا خود ما کردیم، خونه قبلا اینجا نارمند گرفته بودیم. زن رو برداشتم آوردم اینجا نارمند. ما این هزار تومن به این موقع میدادم. حسنی ارشاد. از بنیاد شاهنامه داشتم کار میکردم که انقلاب شد. بعد از کرسینی آمدن بیم. بعد رفتم سروش. من با همین شهدا، مثلا با بهشتی رفیق بودم، با باهنر رفیق بودم، با نمیدونم رجوعی رفیق بودم، براشون کار و کارایی خاصی میکردم تو مدرسه دیگه عرض میکنم. من با اینا اصلا عکس ندارم، چون من دو بار کتاب فروختم. موقعی که خونه میخواستم بسازم زندان بودم، خونه اونو خراب کردم و وقتی از زندان اومدم بیرون دیدم باز دوباره مادرم مستأجر شده. نمیخواستم مستأجر بشم. پرویز خرسند عسکری. بابام رفته بود پرویز خرسند میگیره. ندادم بهش. به نام خدا. قوی ترین نویسنده‌ای که نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز قرار داد. این تعبیر بلند معلم شهید دکتر علی شریعتی درباره شماست. امروز هم که در خدمت شما هستیم، 55 سال انتشار اولین کتاب شماست. کتاب آنجا که حق پیروز است در پایان سال 41. خوش آمدید آیه خرسند. من وقتی سیر آثار شما رو که مطالعه می کردم می دیدم در نامه تاریخی که دکتر شریعتی به شما نوشتن و در کتاب مرثیه‌ای که ناسرودمان چاپ شده، با این تعبیر زیبای دکتر شریعتی هم در نامه شروع میشه: خرسند عزیزم، دلم در این سالهای بدی که برای ما غریبان زمانه پیش آمده است بر تو می لرزد، چنان که بارها بر رشحه زیبایی قلم تو لرزیده است. دکتر شریعتی در ابتدای دهه 40 در این نامه دغدغه‌هاش رو با شما در میون میگذاره، دغدغه‌هایی که ما سالها بعد میبینیم در سخنرانی‌های شریعتی نمود بیشتری پیدا میکنه. شریعتی از دو گروه در نامه به شما به عنوان موانع بیداری یاد میکنه. یکی گروه روشنفکران که با ادعای تمدن مثل میرزا ملکم خان ارمنی و روشنفکران لامذهب در واقع. یکی هم گروه متدینین. ارمنی نگفتم، من گیلاسی گفتم. گیلاسی.
شریعتی می نویسه گروه روشنفکران رو. کلاس تو مرد معنی میگه مثلا. بله. آنها گرم کار آخرتشانند، یعنی اون گروه متدینینی که ازش صحبت میکنه، و اینها سرگرم کار دنیایشان. آنها در طبقات بالای بهشت و کنار حوض کوثر برای خود خانه میسازند و اینها در زمینهای بالای شهر و کنار دریای خزر و الی آخر. که در نهایت هم دکتر شریعتی به شما مینویسه در این میان خدا تنها مانده است. مجموعه روندی که شما دکتر شریعتی و روشنفکران مذهبی طی کردید و نقدهایی که به جامعه اون زمان داشتید، الان که نگاه میکنید نقدهاتون رو درست میبینید؟ بعضیش آره، بعضیش هم نه. مثلا فرض میکنیم شریعتی، من یک مقاله نوشته بودم، بالاش نوشته بودم اگر میتوانستم، اسم مقاله بود. بعد یه تیکه از اون شعر رو نقل کرده بودم از شاملو، اگر میتوانستم، اگر میتوانستم این خلق را بر شانه های خیش بنشانم و از اون بلندا ببینند که خورشیدشان کجاست، مثلا که چیزی یعنی تو بلندی ببرمشون، بعد بهشون نشون بدم این چیزی که میبینی، این نوری که میبینی خورشید نیست، هنوز از مؤذن نیامده بانگی، از این اذان صدای از اون چیه؟ چرا از اون میگین؟ چرا سر صدا میکنین؟ خورشید هنوز طلوع نکرده. که نمیدونم فلان به مناسبت چیز گفته، انقلاب سفید. بله. یه چیز. شریعتی وقتی که مقاله منو معمولا نمیدی، چون هر دو تا اون پشت میز بودیم. داشتیم ما هم حرف میزدیم. میز رو داشتم مرتب میکردم. چشمش افتاد به صفحه اول مقاله من، بعد گفتش این چیه؟ اگر میتوانستم و کلمه شاملو که زیرش گذاشته بود، گفت نسل خودت از شعر او خیلی شعرتره، چرا او رو گذاشته اونجا؟ گفتم در هر صورت دکتر جان من الهام از ای گرفتم، اگر میتوانستم الهام گرفتم، روی اگر میتوانستم هم حرف زدم. دیگه چیزی نگفت، رفت. بحث نمیکنه. این تنها بحثیه که تو تمام زندگیمون مثلا با هم کردیم، یعنی بحث متناقض، یعنی اون مخالف بوده، منم نمیخواستم حرفش قبول کنم، اگر نه هیچ وقت بیش نیومد دیگه. ولی این نوع برای من این نتیجه رو به همراه میاره که این نوع مداراگری که شما با روشنفکران غیر مذهبی داشتید، اونها نسبت به شما این نوع رواداری رو در اون زمان و مطالبشون نداشتن. نه. نه اصلا نداشت. نه نداشت، اونا نداشتن، مذهبی هم نداشتن و تازه به من درس میدادن. مثلا خدا رحمتش کنه عباس فرحبخش، بعدن فهمیدن که فرانسه که بوده سوسن شریعتی برام تعریف کرد که وقتی اونجا بوده مدتی تیمارستان بردنش، مدتی باز کجاک نگرش داشتن، کجاک نگرش داشتن. وقتی آمده بود اینجا به عنوان یک دانشمند فرانسه دانی، نمیدونم فلانی که مدت ها فرانسه بوده، مثل که مثل دکتر رفته دکترا گرفته، 6 تا دکترا گرفته برگشته، یه جور یک حالت. یک سری کلمات عجیب غریب میگفت، منم خب مونده بودم که باور کنم یا باور نکنم، اون رو به عنوان آدم دروغگو نمیشناختم. مثلا میگفت دو، یکی میگن سیمون دو بوار، دو یعنی مثل کنته، مثل مثلا عالی جنابه، مثل مقام بالاست، مثل نمیدونم فلان که چیزه، مثل پرنسسه، مثلا فرض کنیم پرنسه. من همینجور هیچ جا استفاده نکردم، ولی همینجور تو ذهنم بود تا یک جا دیدم اونه که فرانسه میدونن حرف بود و اینا. بعد دیدم دو مثلا فرض کنیم جزو اسم میشه، خیلی جا هم میاد که اصلا آدم مهمی نیست، یک آدم معمولی هم ماله، ولی یک دوی هم داره تو اسمش. بعد مثلا از این که میدید هر من در رو باز گذاشتم در اتاق مدیر عاملی سروش رو و سفارش هم کرده بودم به منشیم که هر کدوم از کارمندای سروش که میان حق نداری ازشون بپرسی کجا، اونا بیان تو، حتی اگه 5 نفری 6 نفری میان یه چیز، ولی اگر غریبه اومد در باز باشه، بگو هست ولی داره با کسی حرف میزنه، وقتی اومد بیرون ازش میپرسن،
بعد بذار بیاد. من کسی رو رد نمی کردم، حتی اونایی رو که می دونستم آمدن فوشم بدم. خب همین آقای فرهمر پا می شد می اومد، این آدمی بود که مثلا یه دفعه تو کوچه سراب مشهد من داشتم راه می رفتم، می آمدم که بیام تو خیابون پهلوی که شریعتی اسم می بره از خیابون، خیابون اصلی مشهد، مشهد اون موقع. صدای تند پا شنیدم، دیدم خیلی طول می کشه، هی به من نزدیکتر میشه. برگشتم دیدم یک جوانه که داره می دوه، بعد دیدم دست کن داد مثلا، یعنی واسطا چیز. بعد فهمیدم با من کار داره، واسطا اومد. یک قصه منو شاملو توی سروش چیز خوشه چاپ کرده بود، بعد آمد و گفت این قصه مقصودتون این نیست، مقصودتون اون نیست، نمیدونم فلان. گفتم آقا جان اینا نپرس از من، یا هر قصه ای رو که میخونی از نویس دنبال نویسندهش نگرد، دنبال خود قصه بگرد، معنیشو از تو خود قصه در بیار. اگر او هر چی بگه دیگه ارزش نداره، او چاپ کرده، مال تویه، مال اون نیست و تو باید جوابشو بدی، نمیدونم فلان اینا. حالا که بعد از انقلاب شده و من رئیس اونجا بودم و این مثلا به ظاهر مقام بالاتر از او داشتم، اون رئیس ایجا نبود، من رئیس اونجا بودم، اون رفته بود فرانسه، برگشته بود، ایراد داشت به من، میگفت تو یعنی که چرا در رو باز میذاری؟ من خونت هم اومدم هم در زدم در رو آک کردی، اومدید همه در، گفتی بیا تو یه چیزه، تو چرا من را میدی؟ من باید وقت بگیرم. یعنی این تفاوت من... زیست این دو مدل روشن آره. فکریه؟ گفت دو سه روز باید به من منو سر بدونی بعد بهم وقت بدی. اینجوری آدم تحقیر میشه، اونجوری عظمت پیدا میکنه که سه روز من ایوروور دویدم، یک هفته ایوروور دویدم تا فرصت به من وقت داد، ولی ایش هم بیام و بفرما و باش حرف بزنی و بعدم اصلا اول به اسم کوچیک و بخندی و نمیدونم فلان. خب علی‌رغم اینو کوچیک میکنه، کارهایی که کردید و اینو زیستی که داشتید، توانستید نظر روشنفکران غیر مذهبی رو به افکار خودتون یا دکتر شریعتی نزدیکتر بکنید یا جلب بکنید؟ شدیدن چیزه. ببینید مثلا در مورد شریعتی، یعنی من و شریعتی هر تامو به نتیجه رسیدیم، شریعتی رسیده بود، بعد من هم همون عقیده رو داشتم ولی اون مثالش رو پیدا کرده بود. یه تاریخ تمدن داره دکتر شریعتی، دو جلد هم هست در مورد. ما او طرف خیابون بودیم، آپارتمانی بود که شریعتی اونجا شبا میخوابید، از او برای خیابون باید میامدیم، این برای خیابون جاده قدیم که حالا شریعتیه. خب ترافیک هم زیاد بود، ماشین میومد، ولی ما همونجا هستیم. شریعتی سیگار روشن کرد، من هم یه سیگار روشن کردم، ما هم سیگار میکشیدیم و اینا. شما که سالها سیگار به سیگار دکتر شریعتی بودید دیگه، منتظر بودیم که یه خود خیابون خلوت شه بریم جلو که بعد رد شیم. در ضمن چون شریعتی رو میشناختن شلوغ هم میشد، خیلی ها میشناختنش، ترمز میزدن و میسادن چیزی به برسن، تصادف میشد، یک کاره میشد. این که چیزی همین کنار جوی آب باستادی بودیم، شریعتی گفت نگاه کن الان من قراره برم او بر توی سالن حسینی ارشاد درباره مارکسیسم حرف بزنم، هنوز کلمه ای نگفتم، تو شاهدی، من هنوز نرفتم تو اونجا، نرسیدم، یعنی او برای خیابان هم نرسیدم، ولی میخوای همین الان یکی رو بفرستیم یا خودمون بریم روبرو دانشگاه، ولی ما رو میشناسن، یکی رو که ما رو نمیشناسن بفرستیم، بگیم ضبط کن جوانهایی که تو کتاب فروشی های روبروی دانشگاه یا کتاب خریدن یا میخوان بخرن یا دارن تماشا میکنن کتاب، یا تو از دانشگاه در اومدن بیرون، الان دارن به من فوش میدن که شریعتی فلان فلان شده رفته در مورد مارکس یه حرف زده، در لنین رو متهم کرده به این، ولی میدونم فلان، یک حرفای عجیب غریب، همون حرفایی که میگفتم منشون، در صورت که تو میدونی من هنوز حرف نزدم. الان میریم تو، تا
تمام میزای جلو رو یک عده بازاری و شاگرد بازاری و اینا نشستن و اینا دهنشون وا میمونه هر چی من میگم اونا خمیازه میکشن. در مورد مارکس و در مورد کاپیتالیسم مثلا فرض میکنیم مارکسیسم و سرمایه‌داری و ماده گرایی و نمیدونم فلان و فلان و فلان حرف میزنیم. اونا چی میفهمن؟ از آخرم که میرن بیرون هیچی با خودشون نمیبرن. اگر این آقایونی که دشمن منن زودتر میومدن این صفحه رو میگرفتن با این نیت که بیان من که شروع کردم به حرف زدن به جای بد که رسیدم با من گلاویز بشن، شروع کنم به بحث کردن که آقا این حرفتون غلطه، اونقدر نذاشتن که رفت تو زیر زمین اونجا یک جلسات فوق‌العاده گذاشت که اونجا اینجا فقط جای سوال جوابه. وقتی که بالا میدید بچه ها نکرد گفت تو سالنم هر کس سوال کرد و من جواب ندادم به هم ریختم اون موقع هر کار میخواییم بگو هر چی میخواییم بگو. بعد میگفت اینا میومد بیان اونجا با من بحث کنن، اگر من اون چرا که واقعا اونا درست گفتن و من درستشو قبول نکردم و همچنان بدشو گفتم، همچنان رو بد نادرست خودم پافشاری کردم، خب هر فوشی میخوام برم بهم بدم و همین گفتگوهارم بگم که ما اینا رو گفتیم و نپذیرفت. مثل آقای علی اکبر اکبری معلم علوم اجتماعی بود در دبیرستان‌های مشهد، نوشته بود که در مورد ماشینی سایرتی حرف زده بود، نوشته بود شریعتی ماشینیسم را خیال میکند اتومبیلیسمه، یعنی همین اتومبیل ماشینایی که تو خیابون راه میرن اینا هرچی زیادتر بشن ماشینیسم بیشتر شده، گشادتر شده، تنگتر شده، نمیدونم فلان شده. او اصلا نمیدونه ماشین یعنی چی، خیال میکنه ماشین همین چهارچرخه است یه چیزی. میگم من اگر آدم بی استعدادی هم باشم، سوادی هم نداشته باشم، هیچم نداشته باشم، بالاخره یک ساعت تو کلاس گورویچ نشستم، گورویچ بالاخره ماشینیسم رو گفته، من این رو به خاطر که میام تو حسین ارشاد یا وقتی میخوام میام تو حسین ارشاد جزوهایی که اون موقع بچه ها نوشتم دادم، من خودم هم ننوشتم مثلا میگم که چیزی اینا رو خوندم دیگه. چطور میشه ماشینیسم رو من بلد نباشم؟ بلد نباشم اینا یک ایراد درست‌تر بگیره از این یه چیزی. یعنی میخواید بفرمایید که دشمنان شریعتی گاهی نادانسته و نخوانده او رو نقد میکردن؟ آها، نعمت میرزازاده بقیه چون که زندن اینجا حرف نمیزنم، نعمت میرزازاده چون فرانسه که اسمشو بردم، چون جلوی جلسات شریعتی و کانون نشر حقایق رو گرفته بودن، راهش این بود که ما دعوت میکردیم مثلا کیک و کیک و کیک و از روشنفکران بازاری و غیر بازاری مشهد رو به چای خوران عصر می آمدن خونه ما، شریعتی هم می آمد. بعد که می آمد اونجا خب همجه که چایی می خوردیم اینا احوال پرسی میکردیم، این حرفا بعضی بازار چجوریه، بعضی چی تو چجوریه، بعضی دانشگاه چجوریه، صحبت هایی میکردیم، یک سوال هایی هم پیش میومد که چجوری شده. بعد یک باری یک سوال حساب شده از پیش قرار گذاشته مطرح میشه، بعد شریعتی شروع میکرد جواب دادن و او رو اونچنان جواب میداد که میشد یه سخنرانی. یعنی سخنرانی نکرده، یک جلسه عصرانه است نشستن دور هم، ولی 5 ساعت طول کشیده که 4 ساعت شو شریعتی درباره یک سوال حرف زده یه چیزه. ساواک هم مثلا کاری نمیتونست بکنه، و اوایل او 1 ساعت اول رو مینشست و خسته میشد میرم میدید اینا سوال جواب میکنن فقط، چیزی نیستش. بعد نعمت میرزازاده وقتی که آمد قاطی شد سوال از شریعتی میکردن، او شروع میکرد به جواب دادن، یعنی 4 ساعت رو او حرف میزد.
همش هم چرت و پرتای عجیب و غریب. خب یه مقدارم حرف خوب میزد، نه که آدم بی استعدادی باشه و نمیدونم فلان، به چیزا میدونست که چیزا. بازاری از اون نمیخواستن بشنون، حتی اگر همون حرف شریعتی را میزد. بعد از مدتی دیدن نمیشه، یعنی یا میزازده نباید با شریعتی باشه، یا اگر باشه بجای شریعتی او جواب میده. اینا میخوان شریعتی جواب بده که چیزا. یکی تو همین بود، تو همین نامه که شما یه تیکایشو خوندین، من نمیدونم چرا او رو برداشتن، کی برداشته، یا اینجا نبوده جای دیگه بوده برداشته شده. نه تو مجموعه آثار دکتر شریعتی هم همین نامه با همین آره. شکل شده. هم... خب از همین برداشتن. بله. کسی کسی. چون میگه تو میدانی و کیک و کیک هم میداند و آنها که به در خانه هم آمدن و با این که در خانه بودم پیغام دادم که نیستم و در بین راه کمونیست شدن نیز میدانم که من و پدرم توالی دو نسلی هستیم که چنین و چنین و چنینی. واقعا چون شهیدی تو خونه بوده، چون یک ماشین مسکویش داشت دیگه، این ماشین مسکویش تو خونه است، خانمش هم خونه است، آمده در وا کرده بینا گفته. شریعتی هم پس خونه است، چون اگر ماشین نبود و خانمش هم در رو با میکرد پس شریعتی حتما بیرون بود، ولی حالا که ماشین هم هست شریعتی هم هست خونه و خودش داشته کار میکرده گفته نیست. من سه بار رفتم در خونه شریعتی، خودش خواست که بیا یک چند تا سخنرانی من در اهواز بود، چون در جنوب کردم و اینا رو بگی یک دور نگاهشون کنه، یه ویرایش بکنه، یک همون کاری که بعداً تو حسینیه کردم براش، یک کار بکن چاپش کنیم اینا که چیز بدم باش، فردا بیام خوبه؟ نه پس فردا بیام. پس فرداش رفتم، شهیدی بود تو خونه، صداش هم شنیدم، ماشینش هم بود، تمام چیزش هم بود و گفتم بگین خورسند اومده، یعنی نمیخوام بیام تو بشینم، آمدم مطلب رو بگیرم بره. بعد گفت بگین نیست. چرا؟ نمیدونم، داشت کار میکرد دیگه. همیشه که مثال زدم که شریعتی دوست داشت او سنجاهای حساس سالن حسینی ارشاد رو بچه های مخالف بشینن، بچه های مثلا چپ بشینن و باهاش مباحثه کنن، بحث کنن، جدل کنن و جلسه مجادله باشه، نه که یک گوینده مثلا فرض کنیم تنها باشه و او یک سر حرف بزنه و اون دیگه هم بشنوه. تکگویی نمیخواست بکنه، دیالوگ میخواست بکنه. اصلا نمیخواست، چون اصلا خود دین ما هم نگاهش به مناظره و مباحثه است. امام رضا امام مناظره است، پس چرا این مباحثه هیچ وقت صورت نمیگرفت؟ همین طلبه هایی که ما مثلا خوشمون نمیاد ازشون، بعضی هاشون یک مباحثه های فوق‌العاده‌ای دارن که مطلب شاید قشنگ نباشه، مطلبی که مطرح میکنن مطلب فقهیه مثلا یه چیزی دارن حرف میدنم، در نظر ما قشنگ نیست ولی در نظر اونا خوبه، بحث میکنن نمیدونم فلان، کلی طول میدن اینا تا بفهمن که جوری میشه یا نمیشه یه چیزی. یک پسر طلبه جوونی بود، قد کوتاهی هم داشت، تو مرسه حجتیه یا فیضی، تو فیضیه بود مسکه، هیچ که حاضر نبود با ایمون بحث کنه مگر که زمان تعیین نکردن، چند نفر نشسته بودن مباحثه میکرد با اون، مثلا نیم ساعت میگفت باید مباحثه میکنم، بعد دیگه قطع میکنم به هر جا رسیده باشه، قطع میکرد، این میرفت سراغ کسای دیگه پیدا نمیکرد، اونا هم در میرفتن. یه دفعه میدیم این رفته رو درخت بزرگ وسط مدرسه با درخت مباحثه میکرد، به جای درخت هم حرف میزد، به جای خودش هم حرف میزد، مخالف خودش هم حرف میزنه. اینو که چیز این میخواید اینو بفرمایید که این در فرهنگ دینی ما بوده؟ در فرهنگ دینیمون هست ولی تو فرهنگ سکولار نبوده. آره اینا نمی کنن واقعا، یا بدگویی میکنن چیز میکنن، درست مثل این
در فرهنگ دینیمونم مثلا خاله زنکان نشون میدن که چیزه، یا مردانی که مثل خاله زنکان که چیزه کارشون غیبت کردنه. اگر که بگن این بیماری رو داره یا این مشکل رو داره یا این نمیدونم فلان رو داره، مثلا کمکش کنیم، شروع میکنن در گنده کردن اون مشکل، این مشکل رو بزرگتر میکنن، اون رو خفیفتر میکنن، بدبخترش میکنن اونقدر که دیگه نمیتونن ببیننش. ما واقعا به دلیل صادق نبودن، دروغگو بودن، دروغگویی که از پستان مادر که جدا میشیم دروغگویی شروع میشه، همین که زبون باز میکنیم. مثلا من به شما میرسم، حالتون چطور، خوبین، الحمدلله فلان اینا، همین الان ذکر خیر شما بود، نمیدونم فلان بود، در سری که با یکی داشتم حرف میزنم شاید هم اسم شما آمده و کلی بد گفتم ازتون، میگم همین الان ذکر خیر شما بود با کیه، خب حالتون چطوره، ماشاءالله ماشاءالله چه قیافه خوبی دارید، چه به حال حال اومدی، نمیدونم فلان اومده، یا عکس قضیه میخوام چیز کنم بشکنمت، بابا چه لاغر شدی، چه شکسته شدی، چه پیر شدی، چه نمیدونم فلان شدی، شروع میکنم به بدگویی. هیچ کدومشون درست نیست که چیزه. یا از سر ادب یک چیزایی رو میگیم بازم دروغه. ولی مثلا فرض میکنیم نویسنده های غربی، ببینین چه خوب از هم حمایت میکنن. فلان نویسنده مثلا فرض کنیم، شما از چند تا نویسنده غربی علیه همینگوی یا فراست مثلا یا پروست بد شنیدین؟ ولی نقد جدی هم میکنن. نقد میکنن بله، ولی نقد جدی میکنن، نقد تکنیکال بیرحمانه هم میکنن، نه که مثلا گفتگو هم میکنن. اینجا هم شریعتی مینیسه تو نامه ای که من نوشته که میگه که کمونیسته، نمیدونم چینین میدونه خودشو، چنان میدونه خودشو، کیو با کیو، کیو کیو، ولی با اینا موافقه، او شعرهایی که ردیف میکنه، ولی ضمنی که کمونیسته اگر بگی سارت خیلی آدم بزرگی، سرش به سر کیم میمونه، چش به کجا میمونه، ولان میمونه، اما یکی از چشماش یک کمی چپه که چیزه، پدر در اومده که چیزه، در صورتی انتقادی به روشنفکران غربی نمیشه کرد. اگر کمونیسته اصلا از سارت خوشش نباید بیاد. حالا اگه از سارت خوشش میاد، ما که چیزی نگفتیم، گفتیم چشمش خورده چپه، یا قد نمیدونم فرم بزنیم خروشوف کوتاهه مثلا، یا مثلا چیزه، ولی برمیاشون دیگران نیست، ولی بعدی که نگفتیم واقعیت هم کوتاهه که چیزه، یا لنین مثلا برمیاشون. نه حالا بس که سر چش و ابرو و قد و قواره نبوده در مورد سارت یا خروشوف یا هر کدوم از کسانی که شریعتی نداشون کرده، روشنفکرای ایران رو میگفت اون زمان، همونایی که تو دانشگاه بودن، بس بر سر اینجور آدم بین مذهبی میگفتن شما ایدئولوژیک و مرتجع هستید، اصلا اگر ما رو آدم نمیدونستن که بایمون حرف بزنن. چرا؟ به چه دلیل شما رو آدم نمیدونستن؟ اگر یعنی اگر یه مقدار فعالیت میکردن، مثلا این همه آقای اکبری شریعتی رو فوش میداد چون گذشته بود ازش، اما عوضش مدام در خونه ما بود و وقتی میپرسیم چه کار داریم میگفت میخوام، با من حرف زده بود، میگفت من با ایشون صحبت کردم چه کار دارم با ایشون، میگفت بیا شروع کنیم از لایبنیتز فلسفه رو بخونیم به بعد. او دقیقا نمیخواست از افلاطون شروع کنه، یعنی فلسفه نمیخواست یادم بده، از لایبنیتز که به سرعت میرسید به اون جایی که او دوست داشت و میتونست ماده گرایی و نمیدونم فلان و ماتریالیسم نمیدونم اونا رو به هم درس بده، میخواست او شکلی منو بکشونه به طرف خودشون. من دانشجوی شریعتی بودم، پس ممکن بود که منو از شریعتی دور کنه، ولی شریعتی از دست رفته بود، تموم بود دیگه که چیزی. یه مدتی که گذشت و کارهای ما رو دیدن و نمیدونم فلان، حتی یه آقای مثل شفیع کتکنی هم مثلا گفت چرت و پرتا چیه که می‌نوشتی تو، رفتم دیدنش تو خونه خودش، جایی گذاشته جلوم با یک ناشر رفته بودیم که یک کتاب ازش بگیریم چاپ کنیم،
او مخواست چاپ کنه. من چه آشنا بودم بردم اونجا، بودم یه سعادتی هم از آقای شفیعی هم میبینه. گفت او چرت و پرتا چیه که نوشتی تو؟ گفتم ببخشید من چیزی. در صورت که همین آدم به اخوان فوش میداد بعد و بیرا میگفت که چیزی که این مرد که بدبخت بیچاره، اصلا میدون که همه اینا مشهدی قلیز حرف میزن، مرد که بیچاره بدبختی که حالا در باکن مثلا حسابت را کنار جام بگذارم فلان کنم فلان کنم، این چرت و پرت های که دیگه کسی نمیخونه. بعد از این همون یلقوم نون هم که داشت نداره دیگه. اینا حرف های اولین تلفنی که من تو سروش شنید بهم زدن آقای شفیعی بود، این رو گفت. اینا رو گفت که من گفتم آقای شفیعی لطفا نمواده او اینجوری حرف نزنید، او استاد غیر مستقیم منه، من از شماها و از کتاباش چیزی یاد گرفتم و شماها شاگرد مستقیم اخوانین، الان راه رفتن و حرف زدن و نمیدونم پران همه چیتون ادای اور در میاریم یه چیزی، ولی من ادای اور در نمیارم اما دوستش دارم یه چیزی، احترام میذارم بهش و این شکلی هم فوشش نمیدم. مخالف شریعتی هم بود؟ آره. استاد خسته که نشدید؟ خب بعد از 46 سال شهید همه آثار، اولین اثر و دکلمه‌ای که بعد از اینکه خبر پیروزی انقلاب در رادیو اعلام شد مردم ایران این کار رو با صدای شما شنیدن. اگر آقای نشاطی، آقای قربانی پخش بفرمایید ممنون میشیم. اینجا ملاحظه بفرمایید استاد. دل روشن فکران مسئولی مثل پرویز خرسند. خب بعد از 46 سال میشه همین رو دوباره با صدای شما بشنویم در این برنامه؟ دست شما درد نکنه. همین یک خط کشیدیم. حالا داستان این جالبه که من تمام شب تو سر خودم میزدم و نمیتونستم شروع کنم، هیچ چی نمیومد برای نوشتن مقاله اسطوره هابیل و قابیل. شب عاشورا بود دیگه، 5 اسفند 1350 میشه. بعد هر کار کردم نمیومد یک چیز. از آخر یکی از بچه ها که هنوزم با هم رفیقم اینا از بچه که تو حسینی هم مثلا شاگردم حساب میشد، گفتم پاشم ورود. شاید یکی کس دیگه هم بود ولی او بیشتر مطرحه برام. گفتم پاشو برو، در سن که همیشه از او کمک میخواستم. مثلا بیرون چون کردم از خونه تنها نمیدونم فلان و همیشه مونده بودم چیکار کنم. یک بار دیدم دارم ایر زمزمه میکنم که بر سفیر اولین تازیانی که فرا رفت و فرود آمد و بعدش دیگه بقیهش خودش اومد، بقیهش مثل که یکی دیکته میکرد من مینوشتم. نزدیکای ظهر بود تموم شد دیگه، یک راست اومدم چیز حسینی و رفتم خوندمش. بر سفیر اولین تازیانی که فرا رفت و فرود آمد و بر پوست لخت من خطی از خون کشید، کدامین گوش گواهی داد؟ بر آذرخش اولین شمشیری که فرا رفت و فرود آمد و فریاد سرخ رگانمون را به آسمان افشاند، کدامین چشم گواهی داد؟ بر رویش اولین دیوارهای زندان و پیوستن اولین دانه‌های زنجیر و ثقل سنگین اولین قل و یوغ و بر ظلمت غلیظ سیاه چال خانه
قرن هامون کدامین دل گواهی داد. بر اولین شب گرسنگیمون که گرسنگی تا تاقمون میبرد کدامین انسان گواهی داد؟ و کدامین تشنگی شناخته گواه اولین قطره مرگی بود که در دهان آبخانمون چکندن؟ نه هیچ گوشی و چشمی و نه هیچ قلبی، که ما همه یک تن بودیم، یک تن بودیم که تازگانه می‌خوردیم، در برق شمشیرها می‌شکافتیم و در ظلمت خیز زندان‌ها می‌پوسیدیم. و جز ما چه بود که طعم تازیانه را چشیده باشد و درد شمشیر را کشیده باشد و ظلمت زندانمون را لمس کرده باشد و در گرسنگی و تشنگیمون مچاله شده باشد؟ و در کدام دادگاه متهمی میتواند به نفع خود شهادت دهد؟ این بود که بی هیچ دلیل و مدرکی و بی هیچ شاهدی و حتی بی هیچ دادگاهی محکوم بودیم و بیافتن مدافعی تازیانه می خوردیم، شکنجه می شدیم و در فواره خونمان وضو می گرفتیم و بر سجاده مظلومیت سرخمان سر می نهادیم و شهیدی را آه می کشیدیم. آه مال فروغ فرخزاد. من در این آیه تو را آه کشیدم. آه. هم اولین باری که خوندم، شاید مثلا از اولین کسایی بودم که در مشهد مثلا خوندم. تأثیر گذاشت روی شما؟ تأثیر گذاشت فروغ روی شما اینجا مشخص؟ خیلی. دیگه مثلا اونجا ببینید کتابم خیلی نداشتم دیگه. ظاهرا شریعتی موقعی که شما این رو در حسینیه ارشاد برای اولین بار در عاشورای 50 خوندید سخت گریست. آره. و پدرش هم عجیب تأثیری بود. گفت صدای علی از این. آره. میگه علی منتظرمه. صداشو نمیشنوین برم ببینمش که. این تا 5 میلیونش هم میدونم تکثیر شد. 5 میلیون نوار کاست. آره. که پرتیراژترین اثر زمان خودش بود، شور انقلابی رو به شعور انقلابی اضافه کرد. مسعود کیمیایی به دخترم گفت اگر بابات نبود و اگر حاویل و قابیل نبود معلوم نبود انقلاب چه شکلی پیدا میکنه که چیزه. الان که بعد از گذشت این سالها نگاه میکنید به این اثر میلیونی برانگیزاننده، چه حسی دارید؟ من خیلی خیلی راضیم ازش و خیلی خوشحالم به خاطر که چیز نیست، به دوره خاصی ارتباط پیدا نمی کنه و ولی منجر به یه جهش انقلابی شد. آره. و ساواک اگر مثلا پوش می داد، می زد، نمیدونم هر کار می کرد اینا، وقتی میگفتم چرا، نمیگفت یا حاویل قابیل چیه نوشتی؟ اینجا ستمگر معلوم میشون. چون من یک چیزی چاپ کرده بودیم، اولین زندانی که رفتم که من مخالف بودم، پویان و اینام بودن، هیئت مثلا هیئت مدیره من بودم، پویان بود، حسن قاسمی بود و یک احمد توسی بود، یکی دیگه از بچه ها بود که چیزی هم. یکی فریشت تسل و رعیه الا به صلاح الولاد ولا تسل و الولاد الا به استقامت رعیه، از نهج البلاغه برداشته بود. طاهر ایرو مطرح کرد، تفسیر کرد و بعدم یکی گفتش که هر ملتی لایق شرایطی که در اون به سر میبره، از قول امام علی که مسعود و پویان و اینا مخالف بودن، با پدرشون کلی بحث کردن و من قبول داشتم، یعنی معتقد بودم اگر اون ملت ساخته بشه
خود به خود رهبر از توشون برمیکزه یه چیزه از اینشون وجود میاد. محمد مثلا فرض بکنیم در ابتدای مثلا رسالت علنی نیست، علنی نمی کنه خودشو، تا او عده‌ای که میتونه یکیش پیغمبر باشه، یعنی یار پیغمبر باشه، او متولد بشه. متولد بشه، نه از مادر متولد بشه، از او جاهلیت فاصله بگیره بیاد یه طرف. بعد میبینیم او عده‌ای که چیز میکنن، کسایی هم که تمام هستیشون حاضرن بدن یه چیزه. و وقتی که مثلا فرض میکنیم مادر عمار به دو شتر بسته میشه، به دو قسمت، به دو طرف، به شمال و جنوب کشیده میشه یا به شرق و غرب و شقه میشه یه چیزی، اونجا ناگزیر میشه که دهن باز کنه، میترسه باباشن یه کاری بکنن اینا، و بعد از او دیگه اصلا مثل که خفه بشه، یه جوری یک حالتی داره و عرق میریزه و عشق یه چیزی. و فردایی که محمد میاد این سرشو بلند نمی کنه که چیزی. بعد حضرت می فرماین که چیزی هر کس بود خیلی کمتر از تو میتونست مقاومت کنه و خجالت نداره، سر تو بلند کن، سر بلند باش. الان اگر برگردید به عاشورای 1350 باز هم شهیدان اثر می نویسید با آگاهی از همه تبعاتی که داشت؟ نه، کتاب پول نداشت که، اینا پولی نمی دادن مادرم که. 2000 تا چاپ می شد مثلا اون 5 تومن قیمتشه مثلا فرض کنیم 20% می دادن که خیلی می دادن، الان 20% نمی دادن چون 1000 تا چاپ می کنه ضرر داره براش. معمولا 10% و 15% 10% می دن به ماها مثلا که سابقه ای داریم و فلان، هم میدونن که مثلا 20% میگیرتیم، حالا مثلا 15% میدن. پس اون جریان 3000 تومانی که آیه مینوچی قرار بود بده ربطی به اسطوره هابیل و قابیل و این کاست نداشت؟ نه، اون 3000 تومان رو من وام خواستم برای که برم زنم و از مشهد بیارم تهران. از حسین ارشاد وام خواستید؟ آره، یعنی منم نخواستم بهش چی نگفتم، استاد خواسته بود، دو سه بار استاد گفته بود و نداده، پدر بسرگی شریعتی، آره گفته بود ندارم که بودم، شریعتی چند بار گخواسته بود گفته بود ندارم، و این خیلی به شریعتی گران آمده بود، برای که شریعتی از سخنرانیاش تو اون نامه دیگه هست از من که تو چیش از شریعتی که احسان داد به من کمرنگش و بعد چاپ شد وسط روزنامه اتحاد ملی که چیزه، خطاب به میناچی و چیزه متحدینه، اونجا میگه اون سطل و سوراخ میز و نمیدونم فلان رو میشناسم، چون میگشتم پنزداری جمع میکردن جزوه‌های شریعتی رو همچی چاپ میکردن که پنزار میخونن همه بیتونم بخونن. بعد یک باره میدی یک کوت پنزداری رو میز ریخته، بعد اینجوری آقای مقدم میکشید طرف سطل، سطلی که اینجاست، یک سطل هم اینجای زیر بود که از سوراخی رد میشد، بالاش سوراخ، یه همینجا که آمد از سوراخ تو سطله میریخ، دقیقش میامد تو این سطله میریخ، اینا که تو این سطل میریخ مال حسینیه بود، اونایی که تو اون سطل میریخ مال اونایی که باید برمیداشتن بعدم مال اونا بود. آه یعنی تو حسینی ارشاد اینجوری پولو تقسیم میکردن اون زمان؟ آره چیز. او مال اونای مال آقای مقدم بود، مال آقای چک بود، میناچی هم شدیدن که نصف بود چیز. این دکتر شریعتی خلاصه موفق نشد برای شما وام بگیره از حسینی ارشاد اون؟ نه بعد داشتن گله میکردن و شریعتی با عصبانیت سرخ شده بود، میگفت واقعا گندش بزنن دنیا رو، میگفت که چیزی که این چنین یک جوانی با 3000 تومان پول بلیت رفت و برگشتشه مثلا که بره با زنش و اینا برگرده یه چیزی،
نه خرج برن انگشتر فلان بخرم، چیک بخرم، نمیدونم. خجالت نمیکشن. به جایی که بیاد پرویز خورسند رو داماد کنه، میاد این کار میکنه. یه آقای همیشه اسمش یادم الان یادم رفته، اون شاید دوست نداره اسمشو ببرم، که یادم مرادی دوستش. یه آقای مرادی آدم ثروتمندی بود ولی خیلی فقیرانه لباس میپوشید و خیلی خاکی بود. یه چک نوشته بود داد دست من. گفتم چی؟ گفت بی. نگاه کردم دم حرف هزار تومن نوشته. گفتم آقای چیز مرادی من یه چه کارش کنم؟ گفت خب برو کارتو بکن. من تو نمیخواستی از مینا چی کنم؟ من 3 تومن میخواستم. که گفتم مای 500 تومن از 1000 تومنی که بهم میدن بردارم. که چیز نه 7000 تومن این تا مدت ها من نمیتونم یه بدم. که چیز طول میکشه تا اون موقع چیکار کنیم اونه که چیز. من تازه همون 3 تومن نمونده بودم، 6 ماه اولو چیکار کنیم. باز گفتم بالاخره یک جوری از این بر بر فرض قله میکنم، یک کتابی چیزی بیشتر مثلا درس میدم، بیشتر ویرایش میکنم، نه فلان یک کاری میشه. ولی این خیلیه. گفتش من این از حالها از تو نمیخوام، تو برو کارتو بکن. مال حسین ارشاد بود مرادی؟ آره. ولی میناچی به هر حال جزوی هیئت مدیره بود. این هم نمیدونم بود یا نبود، من هیئت مدیره رو نمیشتم. ظاهرا در ماجرای راندن شهید مطهری از حسینی ارشاد خاطره ایو شما تعریف کرده بودی تو سایت تاریخ ایرانی منتشر شده بود که ظاهرا میناچی میخواست شهید مطهری اخراج کنه از حسینی ارشاد، شما فهمیدید و رفتید به دکتر شریعتی گفتید و جلوشو گرفتید. این روایت صحیح نیست؟ نه، همونجا قبول کن چیز کرد. وقتی که مطهری مطرح کرد که یا شریعتی یا من، گفت جوانها اونهایی که این حسینیه رو پر میکنن دانشجوها، ما اونا رو میخواییم و اونا شریعتی رو میخواییم نه شما. پس اون چیزی که در سایت تاریخ ایرانی بوده رو تایید نمیکنید؟ نه. و یک سوالی هم در مورد میگن هر کس رو شما بغل کردید یا اعدام شده یا فراری شده یا شهید شده، و یاد اون خاطره شما و دکتر شریعتی و مسعود رجوی در زندان میافتم. یک جا هم توی این کتاب من یگانه و دیوار که خاطرات زندان شما هست می نویسید آدم در 2 جا لخته، یکی در هنگام مرگ، یکی هم در هنگام زندان. آخرین برخورد شما هم تو همچین موقعیتی این بار با دکتر شهید زندانی ها خیلی خوب بودن، خوبند، خیلی خوب با خودشون ها. پاسبان بوش که بیاد اینا ساکت ساکت هم. یا اگر حرف بزنن دروغ دروغه، اگر بگن تشنمه دروغ میگن، یک هدفی دارن یه چیزی. ولی با زندانی دروغ نمیگن، امکان نداره. میشینه مثلا راز بریم و حسن رادمنش داشتیم داستان دزدیشو مو به مو برام تعریف میکرد، فلان دزدی رو چجوری رفته خونه یک پیرزن پیرمرد ثروتمند رفته، از کجا رفته تو، چجوری رفته تو صادقانه شهر. آره تعریف اون چنان زیبا چه وقت مثلا عشقش هم معنی داشت. خب در اون دیدار آخر شما با دکتر شریعتی داخل زندان بود اون دیدار دیگه. منو بردم تو اتاق ملاقات که شریعتی هم با خانوادهش ملاقات میکرد، منم با خانمم و داداش. که چیزی لباسم خونی بود، که چیزی ریشم و موهام و اینا، موهام زده بودن یه مقدار بلند شده بود، یعنی ریشم بلند شده بود و قرمز هم بود، مثل ریش و موها یه چیز شده بود، وانگوک شده بود. بعد شریعتی که اونجوری من دید دوی طرفم قبل از اینکه به برادرم و زنم برسم منو بغل کرد. بعد گفت چه کارت کردن؟ همینجا که سرش رو گذاشت رو شونم، من سرم گذاشتم رو شونش. گفتم من دلواپس تو هم،
تو این همه وقت یک سال نیم اینجایی با تو چیکار کردم؟ گفت این خونه چیه؟ مال کجاست؟ گفتم اینا خونه بچه هاست، اونا مدام بالشتشون میشم، رو پان میذارم پاهاشونو، پاهای کتر کردشونو، بدنه شلاق کردشونو، نمیدونم فلان اینجوری نیستش که چیزه، ناراحت نکن خودتو که چیز. او به فکر زخمای من بود، زخمایی که نمیدید، من به فکر تنهایی های او بودم. این آخرین ملاقات شما با شریعتی بود؟ آره. و در زندان در همین دوره مسعود رجوی هم زندانی بود؟ آره. شما با رجوی هم همسلول بودید؟ و او خبر داشت، من نمیدونم چجوری خبر میگیره، از همه چی خبر داشت، میدونست تو سلول ها کیا هستن، تو سلول روبرو کیه، تو سلول آخر کیه، از همه سلول ها خبر داشت. به ندرت میشد یک نفر رو دید که میره تو سلول، دارن میارنش یه چیز، ولی مسعود همه رو میدونست یه چیز. شریعتی کلامش فوق‌العاده بود و سخنرانی میکرد، یعنی سرباز صدا میکرد، یک چیزی ازش میخواست، یا مثلا یک سیگار تعارفش میکرد اگه سیگاری بود، چون اون سیگارش آزاد بود دیگه میدونی. بعد از وضع هوا میپرسید و از دهش میپرسید و وضع هوا میپرسید و محصولات میپرسید و چی کاشتین چی نکاشتین، نمیدونم فلان، سودتون چقدره، زیانتون چقدره، نمیدونم فلان، از اینا شروع میکرد. بعد از ارزش های کشاورزی، خوب بودن کشاورزی، بد بودن کشاورزی، خوب بودن صنعت، بد بودن صنعت، بد بودن مثلا اوضاعی که نمیذاره کشاورزی رشد کنه یا نمیذاره صنعت رشد کنه، من خب کم کم سیاسی میشد دیگه، هر چی سیاسی تر میشد صدام بلندتر میشد، اونقدر که دیگه ما گوشامونو میچسبونیم به در و صدای رو میشنیدیم. و اینا برده بودن چیز این بخاری های کارگاهی بزرگ در سلولش گذاشته بودن و روشن میکردن، بلندش هم میکردن که صدا نرسه به ما که چیز. و خوشبختانه اون موقع هنوز مثلا شبایی بود که خیلی هوا گرم سرد نبود، نمیذاشتیم روشن کنیم که چیز. ما نمیدونستم ما چرا نمیخواییم بخاری که چیز، میرفتیم به پتو خودمونه میپیچیدیم، ولی میخواستیم خاموش باشه صداش رو بشنویم. شده بود بحثی میان شما و دکتر شریعتی و مسعود رجوی در زندان در بگیره؟ بسیار عالی. شریعتی با چیز صحبت میکرده، روایت های مختلفی هم هست، ولی خود رضا براهنی میگفت من خیلی دوست داشتم شریعتی رو، خیلی استفاده کردم، گوش میدادم، نمیدونم فلان و چیز. یکی از قول نمیدونم چی یک شنیده بود، شاید هم بچه‌هاش از قول کسی شنیدن که برای عذاب دادن شریعتی او رو فرستادن تو سلول شریعتی. کی رو؟ رضا براهنی رو. سواک میدونست شریعتی خطر داره، ولی خطرش در دراز مدته، در نسل آینده است که چیزی، در آن نبود، ولی مجاهدین و فدائیا و نمیدونم فلان خطر آنی داشتن، مثلا فرسیو رو بکشن، تیمسال کیک رو بکشن، فلان چیز کنن، او ژاندارمری رو بگیرن. به نظر شما کدوم یکی از اینا خطرشون برای حکومت شاه سهمگین شر بود؟ شریعتی خیلی خطرناکتر بود. و شاه کار احمقانه ای کرد، یعنی ساواک کار احمقانه ای کرد. و عجیبه که چیز گفته بود میخوام بیام حسینیه سخنرانی شریعتی رو بشنوم، هویدا. و شریعتی درد بزرگشی بود، مدت یکی دو هفته میپیچید به خودش. من این دفعه گفتم خب چیه، چه نقدر ناراحتی؟ میگفت اگر هویدا بیاد تو من چیکار کنم؟ گفتم یا وسط سخنرانیت میاد یا اول سخنرانیت میاد یه چیز، تو سخنرانیت رو معمولی شروع کن، اصلا قهرم نمیخواد بکنی که چیزه بری یه چیز، میاد تو بزن خودتو بزن
اینا که چاپ میشه دست خودش میره که حرف تو بزن، میتونی تندتر هم حرف بزنی. یعنی اونچنان چیز کن که مثلا فرض کنیم حضور آقای هویدا هم در اینجا باعث نمیشه که من حرف حقمو نزنم. اسلام به من اینو یاد داده و اینا رو مثلا راحت بگو و فلان. فکر نکن آبرود میره بعد میگن که هویدا مثلا با شریعتیه یه چیزه. نه، اونایی که باید بشناسن میشن. درست مثل اون مقاله هایی که جدا جدا بریده بریده، خب یاد داشته جدا جدا بود، همه با هم اگر می بود او به مارکسیستا فروش ندیده بود، نقدی کرده بود که همه با هم اگر می بود جواب می دادن، اونجوری جواب نمی داد و چیزی که تو کیهان چاپ شده بود. خب شهیدی سریع آمد معرفی کرد خودشو که آبرون میره چنین میشه چنین میشه. چه آبرون؟ هیچ کی باور نکرده یه چیزی. ما هم چون نداشتیم اونای دیگه شون اصلا حرفی نمیزدیم، میگوستیم اونا خودشون رد میکنن دیگه، بذار رد کنن دیگه که چیزه. تا آزاد شن برن بیرون مطالب دیگرم کنارش بزنم بعد بخونم و مسئله حلم میشد. الان آقای سازگارا از مثلا فلان کانال صحبت میکنه، بعد میگه شریعتی یک چیزی از مارکسیسم و اسلام رو به هم قاطی کرده، یک چیز التقاطی ساخته. که من از کلمه التقاطی مثلا سال 58 بدم میومد، ولی بعد متوجه شدم التقاطی خیلی کلمه خوبی هم هست. التقاطی مثلا فرض کنیم ما هممون التقاطی، همه مذاهب التقاطی هم. خب اون التقاط رو به این معنا میگه که خلوص عقیدتی از بین رفته، یعنی به این معنا نمیگه که امکان داره آمیزش دو اندیشه با هم، تز آنتی تز منجر به یک سنتز خوبی بشه. از اون زاویه سازگارا بحث نمیکنه. سازگارا میگه شریعتی روایت اسلام شناسانش برگرفته از مارکسیزمه. آره این رو میگه سازگارا. اینو شما قبول دارید برگرفته از مارکسیزمه؟ نه نه، در حال شما اسلام شریعتی رو دارای خلوص میدونید؟ نتیجه شو آره. یعنی چیز ممکنه این مطلبی که میگه دقیقا حرف اسلام نباشه، ولی با اون و اون و چند تا مطلب دیگه که قاطیش بکنیم که چیز شده، اینا نتیجه ای که میده دقیقا اسلامیه. یعنی اون چیزیه که پیامبر میخواست و او در میاد از توش یه چیزه، ولی سند نمیده. هم میبینیم که به قول اولین، یعنی تنها سالی که بزرگ داشت برای شریعتی گذاشتم همون سال 58 بود دیگه یه چیزه، و اونجا آقای مرحوم طالقانی صحبت کرده. به نظر من بهترین تعریفی که از شریعتی کردهش آقای طالقانی کرد و گفتش که شریعتی عظمتش در این بود که مثل همه آدم های بزرگ از شک شروع کرد به سوی یقین، نه از یقین به سوی شک. منتها بحثی که شما هم حضور داشتید، افرادی مثل علامه حکیمی و طیف های این گونه با شریعتی میکردن، این بود که درسته که تو بعضی از حرفایی میزنی که میشه اینها رو مستند کرد به آراء اسلامی، اما چرا ادله و مستندات کافی نمیدی؟ یعنی یه چیز دیگه بگم، مثلا خود شریعتی رو میگفت، چون هم حکیمی میگفت این رو، هم یک آیت الله، یک آقای نوری بود که تو مساجد بالای شهر پیش نماز بود، اینا میامدن هر دوتا، مخصوصا نوری از اونایی که بود تو جمع مینووی و فوزانفر و اینا قاطی بود یه چیزه می آمدن، و ایرادشون این بود که مستند نیست حرفای شریعتی. بعد شریعتی می گفت عجیب، اینا دنبال چه استنادی می کردن؟ یعنی من اونجا که از درد دارم می پیچم، فریاد می کشم، بغزم ترکیدی و نمیدن فلان، اینا می خواهم بگم کتاب فلان صفحه فلان، مگه من دارم کالی چیز میگه؟ شما بریم اونا رو درست کنیم. میسپره دست حکیم، میگه حتی میتونی بعضی که قبول نداری و صلاح نمیدونی
قطعشون کنه. دکتر شریعتی از بین ببرید، وصیت میکنه آره. در واقع به علامه حکیمی که اون بخشایی از آراء من آره. که امکان داره تشخیص بدی که مخالف اسلام نابه اونا رو و باعث انحراف میشه، باعث فلان میشه، میتونی رد کنی. چرا آقای حکیمی این کار رو نکرد؟ آقای حکیمی که میگه هیچ کنی نیست، یعنی میپذیره شریعتی آره نگفت این رو. مثلا ورزقی در یکی از بزرگ داشته که تو حسینیه بود، پیامش از ارشاد اومدن خوندن پیام حکیمی رو، که من در همه آثار شریعتی هیچ چیزی که خلاف اسلام باشد ندیدم. آقای دکتر خورسند، برخی معتقدن شما و هم نسلان شما، این روشنفکران مسئول مذهبی، در یک جای تاریخ متوقف شدید و دیگه جلو نیومدید. آیا این رو قبول دارید؟ چیزه نمیتونیم. اگر بهشون بگیم که نذاشتن که جلوتر بیاییم قبول میکنم. آخه من به محضی که قدسده رفت و قدسده گفتم اگر ناراحتی تو من آوردی اینجا، منم بیام بیرون، گفت اگر میای بیرون دیگران هم میان بیرون، یعنی تعطیل میشه اونجا، بکن، اگر نه بمون کارتو. من به بچه ها گفتم، بچه ها گفتم پیغام رو برسونم دیگه، و این از قول او نبود، از قول خودم گفت. بودم اگه من برم شما چکار میکنیم؟ گفت هیچ، ما مجبوریم کار کنیم، چون حق چیز بازنشستگی و فلان و زن و بچه داریم، زندگی داریم. دارید از مجله سروش صحبت میکنید؟ آره. یعنی این مجله ای که خودتون پایگذاری کردید و اولین سردبیرش بودید و اولین هفته نامه انقلاب اسلامی بود. داشتم دیشب نگاه میکردم، دیدم که شما در تمام مطبوعات او دوره بگردیم، هنوزم آوانگارد و پیشوه. هیچ کس از آقای خمینی به اندازه من شاعرانه حرف نزده. من دیدم در یک ماه شما دو بار عکس دکتر شریعتی رو رو جلد رفتید. آره، اما من به شریعتی هم چیزه نون قرض ندادم. یعنی اون نامه که نوشته مثلا فرض کنیم من خفه کرده که من چیزی نکنم، کاری نکنم، این یک برداشته یکی از کارمندای چیزه، خودش کشید آمد داد، نقاشم نبود، خب اون نقاشی تفننی میکرد، او را آورد گذاشت اونجا. یکی دیگه هم هست، شهید مطهریه، این را آمدن فوشمون دادن که شما کلا سرمون گذاشتن تو بازار، ما این مجله رو میخریم بعد میان پس میدیم، روزنامه فروشم ناراحت بود که چیزی، چون عکس مطهری رو پشت گذاشتیم که مردم رو خرد کنیم، بعد چیزی در مورد زندگیش و اینا هیچی نمیشه. گفتم من درست یک روز بعد از مثلا برزگی که همین زمان شهادتش من این رو چاپ کردم که چیزی جز عکسش کردیم. یعنی شما از نظر ژورنالیستی فقط 6-7 روز وقت داشتید که مجله رو آماده کنید؟ چیزی، فقط همین کاری میتونستم بکنم، کسی رو نداشتم، من از متحریر خودم که نمیشناختم. این تصویرسازی که از دکتر شریعتی در 27 اردیبهشت 58 انجام دادید هنوزم جزء جلدای پیشروه. آره. یعنی الان مطبوعات ما نوشته شما که آره، مطبوعات ما الان میخوان مدرن باشن همچین کارهایی انجام میدن. از این آره. جهت کار شما بسیار پیشرو بوده. خانم فتاحی خیلی شیرین کاشتیم، تقدیم به دکتر علی شریعتی که به سوی معراج محمد از نیستان مولانا، قربت پرومته، خودی اقبال، عقل سرخ سهروردی، سفر روحانی اردابیراف، بهشت دانته، تنهایی هایدگر، آزادی وجودی سارت، انسان کامل عین القضات، ابرمرد نیچه، دار حلاج، انسان تمام مارکس، باغ مزدک، اوتوپیای افلاطون، سیمرغ عطار،
سینای موسی، منای ابراهیم، آسمان عیسی، جابلسای اساطیر، بهشت قعب شهر تصوف، آکادمیای فلسفه، معاد مذهب، روضه ابوذر، کربلای شهادت، چاه‌های نخلستان، علی و نیروانای بودا، علی و نیروانای بودا گذر کرده است. فعل اینجاست، گذر کرده است. این اولین هفته نامه پرتیراژ انقلاب بود. آره، مثلا این دوستم آقای حسینی که کتاب فروشی داره که مشهد، میگه من 15 سالم بود اولین کاری که میکردم میدویدم طرف روزنامه فروشی، اول این میخریدم بعد جایی میرفتم. این نگاه کنین، این اتاق حسینیه، رو تخیلش ساخته، چون با چشم بسته در بیرون چشمتو میبستن میبردنش تو اتاق حسینی، چه بازجویی میامد، اینا دورت میکردن، میزدن و دورت میکردن و هر کس سوال میکرد، بیچارت میکردن. شما هم از حسینی کجک خورده بودین؟ یک کمی از اونجا وقت شلاق خورده میامدی بیرون که چیزی، ولی اتاق رو هیچ نمیدونستی، نمیدونستی بزرگه، کوچیکه. حسینی مثلا، این حسینی یک گروهبان مثلا فرض میکنی قد بلنده، یعنی پهلوان فلان رو اگر میبردن حسینی به این روز در میبردش که خودش اینقدری ببینه. میامد تو اتاق من، چایی برام آورده بود سربازه، مثلا از من خوشش اومده بود، چایی رو میآورد اینجا میذاش بعد میرفت، چشمک میذار که من حق ندارم این کار بکنم، مواظبش باش. من پا میذاشتم جلوش، وقت موقع خوردن شد بخورم. یکی تو میدم حسینی اومده، پاتو بکش، چایی نگه بودن که تو بخوری، تو باید کتک بخوری نه چایی. او رو همی داشت میخور، بعد نشسته بود، او داشت، من داشتم چیز مینوشتم، من داشتم انشا مینوشتم، یک انشای بلند نوشتم براشون که بیچارشون کردم. از آفه میگفتم بابا تمام نشدی؟ گفتم نجمه شما، هنوز حرف دارم، چون هر دفعه که میرفتم سیگار میگرفتم ازشون، سیگار میگرفتم هی میداشتم یه چیزی. از آخی گفتم آخ خوبه بده، گفتم نمیشه ناقص که نمیتونم بدم. اون موقع کجا زندان بودید؟ در این زمان کجا زندان؟ کمیته مشترک. تو کمیته مشترک. بعد که رفتم و فلان اینا، یک روز صدام کرده اینا رو امضا کن زیرش. بعد نامن تو که ها دیدم زیر اسما خط کشیدن، اسم خیلی گفته بودن، خیلی اسم بودن تو بازجویی ها. آره، هرچی دلت بخواد لو داده بودن، اینا هم زیرش خط قرمز کشیدن. واقعا لو داده بودین؟ بوشون خط قرمز کشیده بودن اینا. بعد یک روز صدام کرد عصبانی، فلان فلان شده، تو که اینا همه مردن که نمیشتی. گفتم خب مرده ها رو لو داده بودید. گفتم خب اینا وقتی که من باهاشون کار میکردم زنده بودن، چیزی رد و بدل میکردیم، مبارزه میکردیم، اینا زنده بودن، بعد شما کشتینش، خواستن نکشید، الان زنده بودن، اگه نمیکشتین الان بودن بازجوییشون میکردیم. یه چیز خیلی مادر فلانی چیز. نگاه کن اینجا پاره، نگاه کن چه راحت در آوردین. این چیزی هم شما از زندانی بپرسین، زندانی ها میدونن اتاق حسینی رو کشیدن جز همین شکله، ولی ندیدن خودشون. بله کاملشون اگر فکر کنن زمان همین شکلی در میاد. یک روزنامه نگاری پیشرو آوانگاردیه که نمونش رو بعدش هم حتی خیلی در مطبوعات کمتر دیدیم. ضمن اینکه روشن فکر را کار نمی کردن، ما من آقای غلام حسین ساعدی گفتم مطلب بیم بده، هر کتابی داری که اجازه ندادن چاپ شده چاپ بشه بده من چاپ میکنم. نداد. چرا؟ من به روزنامه و مجله دولتی بدم، یا مثلا فرض میکنیم چیزه از آقای شفیع کتکنی، گفتم هر کتاب علمی، هر کتاب فنی، هر کتاب شعر، هر کتاب
که واقعا هیچ وقت اجازه چاپ بهت ندادن داری، بده من چاپ میکنم، در تیراژ بالا هم چاپ میکنم، 100,000 تا چاپ میکنم، 900,000 تا شو بذار مثلا خونه که بعدم چاپ پخش کنی، یک جایی بذار که بعد پخش کنی یه چیز. شما میدونید من در این یک سال چقدر کتاب میتونستم چاپ کنم، انباری داشتم پر از بهترین کاغذ ها. اولین تلفن گفتم شفیع کتکنی بود، دومین تلفن مال آقای قاسم صنعوی بود که یک ترجمه های هنچی آبکی میکرد، مترجمه خوبی ها. این تلفن کرد منشی محمد بهم گفت که آقای صنعوی پشت تلفن میگه که هیچ نوشته مترجمه از من حتی یک خطشو حق نداریم چاپ کنی. گفتم بهش بگو همه ترجمه هاش رو هم چیدیم بستانی کنیم بیاد برداره بره. محکم برخورد میکردید؟ آره خب مجبور بودم، رای دیگه نداشتم. او داشت من تغییر میکرد که من نمیخوام تو مجله که تو مدیریشی مثلا مجله من چاپ بشه. من نگران همسر شما هستم، دوتا یادداشت به من دادن، گفتن به جنبندی برسید، خانم استاد بسیار شاکی هستن، مدام به سوالات اعتراض دارن. یه یادداشت دیگه هم دادن، گفتن خانم استاد میگن به استاد استراحت بدید، اگر صلاح میدانید در یک جنبنده اولیه تنفس بگیر بدید، اگر نه ادامه بدید. منتها دیگه من از شما در لابلای گفتگو پرسیدم اجازه دادید، امیدوارم در بیرون در هم که میریم برخورد با اون ملاتفت آمیز باشه. خب استاد پرویز خرسند، من از شما این سوال رو کردم که آیا شما در تاریخ متوقف شدید؟ این پرویز خرسند با این همه شور و شعور انقلابی، تیراژ میلیونی شهید همه اثار، کتاب‌هایی که بارها به چاپ‌های چندم رسیده، کتاب‌هایی که حتی غیرقانونی چاپ شده و در طول تاریخ نشر ما شاید کتاب‌های شما بیشتر از همه غیرقانونی چاپ شده، افستی دست مردم رفته و حابیل و قابیل یه موقعی کتاب مقدس انقلابیون بود، از یک جایی به بعد خرسند قطع میشه در تاریخ روشن فکری ما، چرا؟ اولا من بدون مخاطب هیچ کار نمیتونم بکنم. اولین مخاطبی هم که دارم زنم. بعضی وقتا به هر دلیل مثلا این رو نوشتم میرم میدم به عیال، میبخشه که الان جلو خودش دارم میگم که باید بگم بهش اینجا بهتره که میدم بهش میگم بکن و نمیخونه و راحت بهم میگه نمیخونم یا حوصله ندارم و میمونه، البته کار دیگه میکنه، کتاب میکنه، فلان میکنه اینا که چیزی، یا میخونه به من نمیگه، نمیدونم. در صورتی که چیزی که او بگه بده واقعا بد میشه برام، یعنی پالش میکنم میندازم شه گوشه اینو نفرم، چیزی که او بگه خوبه واقعا خوب میشه برام، وقت سعی میکنم مثلا اگر اشکالی هم توش داره چیز کنم. بعضی وقتا خب یک کاره من میکنم که کاره بدیه دیگه که چیزه، مثلا فرض میکنیم یک مطلبی رو که باید زودتر بدیم که چاپ بشه و فلان اینا، خط کشیده اینا گفته اینا که مثلا بزن اینا رو به هم بچسبون بده بره یه چیزه، و من چون یک پاراگراف دو خطی سه خطی رو نوشتم چهار صفحه شده از بقیهش هول کردم، یعنی اگه بقیهش رو بخوام بنویسم ممکنه 40 صفحه بشه یه چیزه، ولی با همینا بازم حق ندارم ننویسمش، باید مینوشتم من میدادم بکنه، اگر عصبانی میشه حق داره و چیزه بهش میگه خب دادی من خوندم. غیر مستقیم ایشون رو دلیل توقف خودتون که معرفی نکردید؟ نه دلیل حرکت همه، او دلیل حرکت همه، او میتونه مثلا فرض میکنیم نه که خدای نکرده من خودم رو بخوام با شاملو مقایسه کنم اینا، ولی همونقدر که آیدا برای شاملو مهمه که واقعا از او یک چیزی میسازه، شاملوی مرثیه های بی سله چیز میگم مرثیه مدایه بی سله،
واقعا بهترین شعرهاش، درخشانترین شعرهای ممکنه، یا در آستانه یا نمیدونم فلان، اینا شعرهای عجیبیه که چیز بهش القا کرده، یعنی براش ساخته، حسش رو آیده آورده. آره حسش رو. و در این کتابهایی که روی میز از آثار شماست، هیچ کسی کار با هم نمیتونه بکنه جز زنه. بسیار خوب. در این کتابهایی که روی میز هست و از آثار شماست، کدوم یک رو به کتابخانه شکران هدیه میکنید؟ همه رو. دست شما درد نکنه. پس یکیش هم به رسم یادبود اگر یکشم نگوردم که او رو باید بنویسید به عنوان پایان گفتگو و حسن ختامی در این بحث جذابی که میشه خدمت شما بودیم. استاد خورسند سپاسگزارم از این که من خیلی دوست دارم. بله خیلی یادیست. خب این هم اگه به کسی مطمئن. بله لطف کردید. لطف چشم. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. از حضور شما در این برنامه سپاسگزاریم و از این یادگارهای ارزشمند شما ممنون. خیلی متشکرم.